عزیز شبکه جهانی ویند در خدمت شما عزیزان خواهم بود با قسمت دیگری از مجموع برنامه فوتبال برتر که در این برنامه بنا به نزدیک بودن دربی حساس لیگ کشور بین دو تیم پرسپولیس و استقلال خواهیم پرداخت به در واقع آنالیز این دو تیم و اتفاقات تاکتیکی که در این دو تیم در طول این چند هفته لیگ افتاده. ما این آنالیز رو تا آخر هفته هفتم قرار میدیم، یعنی بازی تیم های استقلال، سپاهان و پرسپولیس و ذوب‌آهن رو در این لیست اضافه نکردیم، چرا که این دو بازی آخر در واقع بازی هایی بود که بعد از اون مقطع آنالیزی لیگ ما انجام شد و در واقع ما کل لیگ رو در پنج وعده و هر هفت هفته یک بار آنالیز میکنیم که کل 34 پنج هفته لیگ بتونه که در این آنالیز قرار بگیره. تیم پرسپولیس و استقلال هر کدام تا در واقع خانه هفتم لیگ یک سری نتایج و یک سری آماری رو در واقع برش دست دارن که در نوع خودش میتونه حائز اهمیت باشه و میتونه در واقع خیلی از ابهامات در مورد این تیم ها رو روشن بکنه. تیم پرسپولیس از 7 بازی تونسته که 17 امتیاز رو به دست بیاره و همینجور که در جدول میبینید تیم استقلال از همین تعداد بازی تونسته که 9 امتیاز رو کسب بکنه. تیم پرسپولیس 5 بازی، یعنی 71% از بازی های خودش رو با برد پشت سر گذاشته و این در حالتی است که تیم استقلال از 7 بازی خودش تنها 29%، یعنی 2 بازی خودش رو تونسته که ببره. کل بازی های مساوی شده یه تیم پرسپولیس از این 7 بازی 2 بازی، یعنی 29% بوده که استقلال در این رقم در واقع از پرسپولیس پیشی گرفته و 43% بازی های خودش، یعنی 3 بازی خودش رو مساوی کرده. تیم پرسپولیس تیم بدون شکست تا هفته هفتم هست و همینجور که میدونید در هفته هشتم هم تیم ذوب‌آهن رو موفق شد که 2-1 شکست بده و چون اون بازی جزء این آنالیز حساب نمیشه، ما همون تا هفته هفتم رو هم که حساب کردیم تیم پرسپولیس تیم بدون شکست این هفت هفته بوده، ولی تیم استقلال 2 شکست، یعنی 29% از بازی های خودش رو میبینیم که در کارنامه رفتار تاکتیکی ثبت کرده و در واقع در مورد استقلال هم شکست برابر سپاهان رو ما در این آنالیز مورد محاسبه قرار ندادیم. دو تیم از 7 بازی که انجام دادن هر کدام 4 بازی خودشون رو در تهران ورزشگاه آزادی و در واقع در خانه انجام دادن که تیم پرسپولیس 50% این بازی ها، یعنی 2 تای اونها رو تونسته که با برد پشت سر بگذاره و تیم استقلال 25%، یعنی 1 بازی خانگی خودش رو تا اینجا فصل تونسته که ببر. تیم پرسپولیس از در واقع این 4 بازی 2 بازی، یعنی 50% هم تساوی داشته که این رقم در تیم استقلال هم میبینیم که همین حالت هست و در واقع 50%، یعنی 2 بازی های خودش رو تیم استقلال در تهران با نتیجه مساوی برابر حریفان خودش متوقف شد. تیم پرسپولیس هیچ کدوم از بازی های خونگی خودش رو نباخته، ولی تیم استقلال 1 شکست رو در کارنامه بازی های خانگی خودش داره و این آمار، یعنی 25% شکست در بازی های خانگی هم در مورد استقلال میتونه که به ثبت برسه. در مورد بازی های خارج از خانه این دو تیم که بخوایم با شما عزیزان صحبت بکنیم، هر کدام 3 بازی خودشون رو هم طبعا در خارج از خونه انجام دادن که تیم پرسپولیس هر 3 بازی، یعنی 100% بازی های خارج از خونه خودش رو برده و 9 امتیاز ممکنه رو به دست آورده و این در حالتی است که تیم استقلال آمارش در خارج از خانه هم به نحوی آمار چندان جالبی نیست و 1 برد، 1 مساوی و 1 باخت رو داشته که در واقع 33% تقریبا از این 100% رو به هر کدوم از اینها اختصاص داده.
و این در حالتی است که تیم پرسپولیس همونجور که خدمت شما عزیزان عرض کردم 100% بازی های خارج از خانه خودش رو با برد پشت سر گذاشت. بزرگترین برد خانگی این دو تیم در واقع به این ترتیب هست که تیم پرسپولیس موفق شد تیم پگاه گیلان رو 2-0 شکست بده و تیم استقلال هم در مقابل استقلال اهواز در هفته نخست تونست که